طی هفته گذشته با موضوعات مختلفی در استان سیستان و بلوچستان مواجه بودیم حالا میخوایم ببینیم تحولات هفته گذشته در سطح استان و علت حضور پاسدار سلامی در زاهدان چی بود و چرا سر و کله این پاسدار در اونجا اون طرفا پیدا شد برای پاسخ به این سوالات آقای تاهر سلجوقی رو همراه خودمون داریم آقای سلجوقی با سلام و تشکر از حضورتون در این برنامه بله من هم خدمت شما سلام دارم و سلام می کنم خدمت همیهنان عزیز به خصوص جوانان دلاور و قهرمان بلوچستان و تشکر می کنم از اینکه منو دعوت کردین خواهش منم درود بر شما گزارشی از وضعیت بلوچستان تو هفته گذشته رو لطف کنین و برام بگین که اوضاع این منطقه ملتهب تحت چه شرایطی بود بله البته از من انتظار نداشته باشید که در مورد بلوچستان وضعیت خوب و اینکه همه چیز به خیر و خوشی میگذره بگم نخه. چون هر چه هست درد و رنج و قتل و کشتن و دستگیری و ویرانی و این چیزاست بله. اما بذار اول مقدمتا از آخرین جمعه قیام جوانان در پونزه اردیبش در زاهدان شروع کنم و مختصر توضیح بدم خب روز جمعه 15 اردیبهشت به جوانان دلیر زاهدان مثل گذشته جنگنده دلیر پرخروش به ها اومدن و بر علیه حکومت خامنه ای شارهای انقلابی را قوی تر از قبل فریاد زدند. شارهای مانند سلطنت ولایت یک صد سال جنایت قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان مرگ بر جمهوری ادامی یا برادر شهیدم خون تو پس میگیرم یا شعار دیگه ای که خیلی شعار اساسی بود تا خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن خب اینو انقلابی ترین شعار هاست که شنیدی میشه و شنیدن این شعار ها خودش نشون از عزم این جوان هاست که تا این لحظه کوتاه نیومدن سازش نکردن و همچنان توی میدان هستن و حکومت و سرکوبگرانش هم نتونستن این شعله ها رو خاموش کنن اما تو مقابل ببینیم که حکومت ولایت فقی دست به چه اقدامات سرکوبگرانی توی این مدت زده ببینید تنها طی ده روز سی زندانی بلوچ رو اعدام کردن از جمله چند زن بلوچ توی اعدام شدگان بودن خب خیلی واضحه شرایط و اوضاع ایران یک شرایط انقلابی آماده انفجاره کافی یه جرقه بهش برسه خب رژیم برای مهار این اوضاع چنگ انداخته به خون انسانها و بیشتر از همه جوانهای بلوچستان که نتونسته تا این لحظه قیامشون رو خاموش کنه ببینید سایت سازمان ملل از غور فولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل نوشته حداقل 45 45 نفر از از جمله 22 نفر از اقلیت بلوچ تنها در 14 روز رو گذشته اعدام شدند اکثر آنها به تامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند در حالی که به میزان 80 میلیارد 80 میلیون دلار همین تازگی ها توی خلیج آمریکایا از رژیم هیروئین و مواد مخدر گرفتند. خب آقای عبدالحمید هم موزه گرفت مولوی عبدالحمید گفت که در کدام قسمت از بلوچستان شما شغل ایجاد کردید که امروز مردم رو اعدام میکنید حکومت برای مردم چیکار کرده اکثر مردم به خاطر گرسنگی و نبود شغل به دنبال فروش مواد مخدر میرند شما به چه دلیل اعدام میکنید نه شغلی در این استان شما ایجاد کردید و نه گذاشتی تحصیل کنند شما فقط در اعدام هنر دارید و بس اصل قضیه همینه رژیم ولایت فقیه تو اعدام هنرش واقعیت این که این کشتار اگرچه اغلب به بحانه های غذایی و ارتکاب به جرایم عادی صادر میشه بله. اما در حقیقت یک انتقامجویی آشکار واضح و روشن علیه ملت به بلوچه چون جوانای بلوچ بعد از هر نماز جمعه با قیامشون با حضور در صحنه اومدن تو میدان جان تازه تو روح قیام رهایی بخش مردمی میدمن بله دقیقا اصلا اوضاع و تحولات همین استان که شما گفتین خودش بالاترین دلیل بر استمرار و تداوم قیامه حالا شما در توضیح وضعیت این استان روی اعدام هم تمرکز داشتین و گفتین میخواستم درباره سوختبران. و دیگر مشکلات استانم اگه توضیحاتی دارین برای بینندگان ما بگید؟ بله دقیقا روی نکته درستی انگشت گذاشتیم این استان در هفته‌ای که گذشت با یه نوع دیگری از سرکوبم مواجه بود حتما بینندگان گرامی و عزیزمون تو جریان هستن که به طور خاص در این استان جوانا امکانات شغلی ندارن بیکارن لذا مجبورن برای امرار معاش خانوادشون برای اینکه نون برسونن به زن و بچهشون میرن برای یه شغل پرخطر و مرگبار مثل سوخبری و مشغول میشن به این کار البته اخبار در این مورد خیلی زیاده که تو این زمان کم نمیتونم همهشون توضیح بدم وقتش نیست فرصتش نیست اما برای اینکه هموطنان تو جریان باشن فقط طی 72 ساعت از روز هفته اردیبش تا 20 اردیبهشت ده بر توسط نیروهای سرکوبگر به قتل رسیدن کشته شدند یا در اثر تعقیب و گریز ماشینهای سرکوبگر نیروی مرساد توی منطقه یا خرابی جاده ها دوچار شدن جونشون از دست دادن خب مگر اینا فرزندان ایران نیستن که به بدترین وضع ممکن پرپر میشن چرا؟ به چه دلیل به سمت جوان ها بدون حساب کتاب شلیک میکنن؟ خب نمون خیلی زیادی است که معمول های خامنی آتش بیختیارن و آتش بیختیار شلیک میکنن مثلا تو شهر دوست محمد هیرمن یه جوان بلوچ مورد اصابت گلوله قرار گرفت مجروح شد معلوم نیست زنده بمونه نمونه چجوری تو 17 اردی بهش کلانتری دوازده زایدان بدون هیچ کنی ایست و اومد به سمت دو جوان به نامای سعید ناروی 19 ساله و وحید سارانی 20 ساله شلیک کردن اینا بخشی از کشتار و سرکوب اوریانی که تو این منطقه توسط نیرای نظامی خامنهای صورت میگیره خب یا در مورد مشکلات زیر مشکلات زیر ساختی پایه ای. خب جاده ها رو ببینید وضعیت جاده ها واقعا داغونه من هاد... این حادثه حوثانه ای ایجاد میشه که حتی خود نفر رژیم مصطفی کولزاده فرمانده پلیس راه جنوب بلوچستان میگه حوادث رانندگی از ابتدای اردیبهشت تا کنون در جنوب بلوچستان 23 کشته و 168 مجروع بر جای گذاشته تمام این کشته ها بر اثر 92 فقره تصادف صورت گرفته ببینید اصلا معلومه که ویران شده تا از اون طرف تخریب خونه های مردم تخریب زندگی مردم از اون طرف رئیسی میخواست سال یک میلیونه به خونه بسازه ولی این آمار رو با خراب کردن سر و مردم تکمیل میکنه خب این خیلی در تناقضه بینید شامگاه یازده اردی به همین جاری مامورای انتظامی و بنیاد مسکن برای تخریب منازل مردم تو منطقه مراداباد چابهار یورش بردن مردمی هم که اومدن مانع بشن که خوناشون رو تخریب نکنن زدن کتکشون مورد زرگ و جر قرار دادن از شوک الکتریکی استفاده کردن خب فیلم و کلیپاش هم موجوده وضعیت دیگه دستگیری کور بی که رژیم تو این استان تحت عنوان یه طرحی داره سرکوبگرانه به اسم رد یک راه انداخته میگه پس از یک سری اقدامات فنی خود رژیم میگه خود موضوعاشو میگه و همه های لازم توی عملیات متعدد منسجم در کل استان طی 48 ساعت ببینید توی 48 ساعت 1118 نفر از انواع متهمان دستگیر کرده چه خبره این تعداد دستگیری به این استان خب اینا یه وضع وز... وضعیت که الان توضیدم بخشی از مشکلات این استانه که مردم شبان روز باش مواجهند و دردش رو حس میکنند البته تا زمانی که اینم این حکومت هم هست خب وضعیت که بهتر نمیشه بدتر هم خواهد شد چون بایستی به این وضعیت پایان داد تنها راهش هم اینه که به دست همین مردم این رژیم سرنگون بشه و البته خواهد شد بله شما از وضعیت انفجاری این استان گفتین تو اخبارم شنیدیم و منم اولش اشاره کردم که پاسدار سلامی سرکرده سپام به زاهدان رفته ظاهرا میخواستم ببینم هدف از این سفر چیه و تفسیر شما از سفر این پاسدار به اونجا چیه بله با یه قیامی مواجهن که هرچی دست و پا میزنن تلاش میکنن یه جور مهارش کنن نمیتونن پاسدار سلامی روز چهارشنبه 20 اردی بهشت در آستانه همین جمعه یعنی امروز از جمعه های خشم مردم زاهدان وارد منطقه شد در حالی که رفت به یک برای افتتاح بیمارستان و اومد سرپوش راه اندازی پایگاه هیلیکوپتر و پهباد برای کشتار هموطنان و بلوچ مون کرد با وقاحتی شگفتنگیز واقعا اینا تو وقاحت مرز نذاشتن ببین حرفاشو نمک پاشیدن رو زخم مردمی که بچه هاشون کشته شدن رو قلب مردمه میگه سپا همواره بر خود ترجیح میدهد امنیت مردم را بر امنیت خود ترجیح میدن سلامت مردم را رفاه مردم را بر رفاه خود آسایش مردم را بر آسایش خود ترجیح میدن واقعا وقاحت رو ببین شاید روز هشتم مهر 1401 که پاستار سلامی فرمان کشتار کودکان و زنان و مردان زاهدان را صادر کرد گمان نمی کرد روزی تو وحشت از خشم آتشین جوانای های قیام آفرین تو زایدان مجبور بشه بیاد این طرحات رو ببافه بیاد این یاوه سرایی ها رو بکنه خب حضور پاستار سلامی برای افترسته های بیمارستان اصلا خودش سال برانگیزه شاید میخواد کشته های آینده زخمی های آینده رو برزه تو این بیمارستان کمبود جا دارن برای زخمی ها در همه جای دنیا معمولا بیمارستان یک مرکز درمانی رو میخوان افتتاح کنن رسم وزیر بهداشت و درمانی است تو این مملکت میره برای افتتاش اما این که یه فرد نظامی اونم یه پاسدار که دست تو خون مردم بیاد یه مقدار عجیبه یا قسمت دیگه هم سلامی تو افتتاح همین به صلاح بیمارستان میگه ما برای تحقق آرزوهای این مردم پا میدان گذاشتیم پس این مرام و مشی سپاه هست تو همه جا توی در هر سرزمینی هم مشاهده میشه ببینید مردم که خیلی خوب دارن مشاهده میکنن به خصوص مردم بلوچستان دیگه کم مشاهده نکردن خب چیزی که رژیم تو این منطق... برای مردم تو این منطقه تحمیل کرده مگر غیر از فقره، مگر غیر از بیکاری غیر از اعدام و کشتار و دستگیری سوخبرانه همین الان بهتون گفتم ظرف صد... 48 ساعت این همه نفر رو دستگیر کرده نعم. یا در یه نمایش دیگه میگه امنیت یک ضرورت حیاتی و مقدمه اساسی برای زندگی مردمه و ما تأمین و تحکیم امنیت در منطقه را چند و از طریق خدمت به مردم و بومی سازی آن دنبال میکنیم ببین امنیت یه پاسدار چجوری تأمین میکنه منظورش حتما از امنیت چند افزایش اعدام، کشتار، تیراندازی، شلیک به مردم، زیر آوردن جوانان با ماشین، کشتار سوخبران و گرسنه های بلوچ تو شهرهای سیستان بلوچستانه. چون ما گفتم ظرف ده روز گذشته سی زندانی بلوچ اعدام کرده است که ده سوخت بر از یک کودک بر اساس شلیک مستقیم پاسدار خامنه‌ای تو تغییر و جونش از دست داده خب این امنیتی که پاسدار سلام میگه بله وقتی که همه نیروی خامنه‌ای تو زاهدان تیرشون به سنگ میخوره هیچ کدوم از فرستگان نتونستن خشم و آتش این مردم رو کنترل کنن دوباره یکی دیگه رو میفرستن یک چماق به دست دیگه رو روانه منطقی میکنن یک پاسدار آدم کش دیگه مثل سلامی رو تا شاید بتونن تو این جمعی امروز کمی از این آتش از این شراره های آتشین رو پایین بیاره اما جوانا که کوتاه نمیان همچنان با همون شعارای انقلابی سلطنت ولایت یک ست سال جنایت قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان بله. می جنگیم می میریم زلت نمی حق پاسداراش رو کف دستش میذارن همینطور که تو جمعه گذشته این کار کردن پس این سفرها هیچ آبی برای رژیم گرم نمیکنه بلکه از موضع ضعف برای مهار قیامه ولی خب جوانان دلیل بلوچستان همچنان تو صحنه حی حاضر برای احقاق حقشون برای آزادی و برای سرنگونی این جنایتکاران بله. میجنگند و کوتاه نخواهند بله با تشکر از شما که در این برنامه محبت کردین و با ما همراه بودین